مهمان من بخش بزرگ عمرش را برای تامین حقوق بشر در افغانستان مبارزه کرده است. وی 17 سال فرد شماره یک نهاد پاسبان و پشتیبان حقوق بشر بود و در سالهای 2009 و 2010 میلادی نامزد جایزه صلح نوبل نیز شد. کارکردهایش اما هم ستایش می شفند. و هم به انتقاد گرفته می شوند. دکتر سیما سمر چگونه کارنامه ای از خود بجا گذاشته است و بزرگترین نگرانیش به حیث پرچمدار حقوق بشر در روند کنونی صلح افغانستان چیست؟ به نام خدا و وقت شما خیر. 18 سال یا بیشتر از 18 سال در دولت بودید و در مقام های بلند دولتی خانه نشین شده اید دکتر صاحب چه احساس میکنید؟ سلام به شما سلام به بیننده محترم تلویزیون تلو اجازه بتن نوال ابراز همدردی بکنم با فامیلای قربانیان جنگ در افغانستان و درود بفرستم بر وای شهدای ما و از خداوند متعال بر زخمی های جنگ در افغانستان شفای عاجل تمنا بکنم البته خانه نشین خانه نشینم نیستم احساس خاص ندارم خوشحال هستم که در این مدت که در دولت کار کردم در پوست های مختلف در افغانستان به نظر خودم از کار خود راضی استم کدام نامبدی یا کدام ننگ یا کدام اصلا سرخمی بر مردم افغانستان و بر مردم خود و بر ای کشور نوردیم دور بودن از قدرت سخت تان نیست؟ نه و خطر که ما از قدرت استفاده سو نمیکردم که برم سخت باشه حالا کسایی که مشناسم و در ارتباط هستم، هنوز فکر میکنم ما خدار قدرت دارم که با اونا در تماس باشم و در تعامل باشم نام شما با حقوق بشر و کار در عرصه حقوق بشری گری خورده آیا افغانستان در درازای تاریخش خانه امن برای حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری بوده فکر میکنی؟ متاسفانه نه نبوده من فکر میکنم که هیچ جای دنیا بسیار امن بر صد فیصد بر حقوق بشر نیست اون بهترین کشورها که کشورهای از نگاه حکومت داری از نگاه میزان کم فساد مثلا نیوزیلند مثلا کشورهای شمال اروپا یا ناردک که میگن اینا است که در اینجا حاکمیت قانون و میزان فساد بسیار پایان تر از نسبت به کشورهای دیگر در اونجا هم تخطی های حقوق بشر صورت میگیره بنان در مجموع تمام دنیا خانه امن بر حقوق ورزش حقوق بشری نبوده اما در جایی که حاکمیت قانون قوی است در اونجا حفاظت میشه از حقوق بشر اما در کشورهای مثل افغانستان که با تاسف چلو چند سال در جنگ بودیم قبل از او که در جنگ هم نبودیم تخطی هایی بوده تبیز بوده تعصب بوده در قبال حکومتداری بسیار قوی نبوده حاکمیت قانون بسیار قوی نبوده طبیعی است که تخطی های حقوق بشرش صورت میگیره باز به خصوص در کشورهایی که فقیر است شما میبینین که در افغانستان تنها در شهر کابل شما میبینین که در دریای کابل در چند متری یک گروپ دو نفری سه نفری ششته با یک وضعیت بسیار فلوکت بار که خلاف کرامت انسانی از زندگی می کنن. یا بهبود وضعیت حقوق بشری را البته در سطوح دیگر نشان می تواند در این حالت هیچ نشان, نشان, نشان نمیده. درست اگر دو سه تا علت بر این دکتر صاحب در افغانستان مشخص چرا خانه امن نتانسته شوه نسبتا امن نتانسته شوه به حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری فقره گفتین شما وضعیت نابسامان هم شاید یکی از علت ها بوده باشه ولی حتما علت های بنیادی هم داره چی از به نظر شما در طول تاریخ افغانستان یک جایی بوده که ناقضین حقوق بشر در رو پرورش یافته مردم حقوقشان زایه شده و هنوزم میشه یکی از گپا یکی از مشکلات بسیار جدی و بنیادی عدم سواد و عدم آگاهی مردم است از حقوقشان به خاطر از ای که درست است که یک تعداد ما مثلا در مکتب و اینا رفته می میریم اما شما اگر نصاب تعلیمی را در افغانستان ببینین حتی پیش از جنگ بهترتر بود نصاب تعلیمی نسبت به وضعیتی که ما فعلا داریم چون تمام نصاب یک نوع از خشونت تبلیغ میکنه برای برای اطفال که اینجا درس میخوان. یک مسئله مسئله سواد است مسئله دوم حاکمیت قانون به صورتی که باید و شاید در طرفانسان مری باشه و مرج باشه نبوده همیش قانون آلی دست یک تعداد زورمند و زوراور بوده مسئله سوم به نظر من تبیزه که در 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 سرشت افغانا بگویم یا در تربیه اجتماعی افغانا از خانواده شروع میشه مثلا تفاوت بین بچه و دختر از خانواده شروع میشه و قبلا نسل قبلی ما عین حالت گذشتندن در خانواده امیر قبل تبلیغ شده بچا خوب بوده هیچگاه بچا اگر دوزیون بکنه ننگ نیست بر خانواده ولی اگر دختر رفت مثلا شاعر شد ننگس یا رفت مثلا یک جای خواننده شد آواز شد یا فرض کنیم که حتی مثلا رقص از دید من هنر است او اما ننگ میشه باعث از میشه که فامیل و دختره فامیل سرکوبش کنه چی حاجت به ای که کسای دیگه دورتر از فامیل گپ بزنند ای متاسفانه در در سرشت ما افغان یک رقم عجین شده که مو کسای هم که ادعا میکنه که اعتقاد داره به برابری بسیار برابر نیست شما مثلا به شما جلسات رئیس جمهور را در طول یک هفته بررسی بکنین خوب است این کارو بکنید ببینید در طول یک هفته اگر ده جلسه داشته یا 20 جلسه داشته چند جلسه چند تا زن بوده مهم است فکر میکنی؟ بله یعنی حضور زن در یک میز مهم است یا نه؟ بسیار مهم است به خاطر ازی که واقعیت افغانستان تجلی میکنه و واقعیت افغانستان نشان میده که 50 فیصد نفوس افغانستان زن است. اگر در یک میز مساوی چند تا زن و مرد نشسته باشند بعد حقوق زن تامین میشه؟ حتمی نیست که حقوق زن تامین شوه. ولی یک بخشش که اعتراف به موجودیت زن صورت میگیره. و نبودشان یعنی انکار. به یک شکل این کار است دیگه شما مثلا در تمام نهادهای دمی روزها که مسئولین امنیتی در شهرهای مختلف افغانستان میره در که زنا در اردو چقدر آسیب پذیر است زنا در پلیس چقدر آسیب پذیر است عملا یا حضور ندارن پس از نشست بون دکتر سیب و جا گرفتن کمیسیون مستقل حقوق بشر در قانون اساسی فعلی افغانستان یک پرونده بسیار زخیم بزرگ از نقص گسترده و سیستماتیک حقوق بشر روی میز یمی کمیسیون گذاشته شد و شما رهبری گرفتین شما ماموریت گرفتین تا دادخواهی بکنین در مورد می پرونده مردم میپرسند که رسیدگی شد یا هنوز خاک میخوره uh, البته در کمیسیون مساخل حقوق افغانستان یکی از کارهایی را که ما انجام دادیم مسئله به مسئله عدالت انتقالی بود و مشوره که با مردم صورت گرفت در نقاط مختلف افغانستان مردم خاصی مردم چی میگن مردم چی بگوین بو و درک مردم از عدالت چی است چون در افغانستان خوش شما میبینین وقتی که یک مقدار ترور و اینا زیاد میشه اختطاف های اطفال زیاد میشه باز جامعه مدنی حتی میگن که باید ادام شده تا که ادام کردن خلاف ارزش های جامعه مدنی است ما یک مشوره ملی را در سراسر افغانستان تقریبا انجام دادیم خوبی خوبیشی بود که در او زمان میتونستیم در نقاط مختلف افغانستان بریم حتی در ولسوالی که نمیتونستنم هم کارا برن در استادگاه موترای مولسولی ولسوالی استاد می که کسایی که میامد انتخاب میکردن حال دو نفر یا پنج نفر مم. که نظراتشان در رابطه با مسوال که ما ساخته بودیم بدانن. در اونجا خواست مردم افغانستان چند مسئله بود یکی، یک از این مسئله اطراف بر درد و رنج مردم افغانستان مسئله دوم از او استفاده از بعض حرکات سمبولیک و ساختارای سمبولیک برای التیام بخشیدن به درد رنج مردم و یا زخمای مردم و استفاده از ارزش‌ها یا انانات خوب افغانستان و انانات اسلامی برای تقویه عفو و بخشش مسئله سیوم از او مستندسازی جرایم در گذشته بود برای درسگیری بر بله. نسل آینده مسئله چهارمش پاکسازی نهادهای دولتی از کسایی که بسیار زیاد متهم است به جرایم جنگی پنجمش یک پیشنهاد بود که یک به اصطلاح مکس از کشورهای اسلامی و قاضی یا سارنوالای افغانستان در دا داخل افغانستان بر جرایم بسیار بزرگ یک صورت گرفته در اینجا چقدر اهمیت داره مثلا نمی ازان به درد و رنج مردم یک از بحث مثلا در این که یک از جنرال های استرالیا ها از مردم افغانستان از مردم اروزگان به صورت مشخص معذرت خواست یک گام برای عدالت اعتراف به میقضی است و معذرت خواهی به نظر من عیب نیست به غیرتی نیست چیزی که در افغانستان ترویج شده بلکه یک شهامت است که به مسائل خرابی که در گذشته صورت گرفته به او اعتراف صورت میگیره و پوزش میخوای از مردم اما عدالت هم نیست درست است شروع عدالت است از دید من یعنی به این نیست که ما فقط وقتی که تنها معذرت بخوای او خلاص شود بله اما شروع است بر اقدامات بعدی <تصفح> درست خب گزارش از روان از عدالت انتقالی گپ زدین و کارهایی که در اول انجام شد گزارش ترسیم منازعه دلی. یا برنامه عدالت انتقالی چی شد دکتر سیب چرا پخش نشد آیا عدالت قربانی سیاست و مسلحت شد پیشنهاد سیوم مردم ترسیم منازعه بود یا مستندسازی جرایم که در گذشته صورت گرفته اساساً ای پلان عمل حکومت بود که در کنفرانس لندن تصویب شده از طرف حکومت هم از طرف جامعه بین المللی متاسفانه حکومت به صورت تعهد نشان نمیداد باز کار کمیسیون انجام داد این گزارش آماده است اما می خواهیم بگویم که بسیار کم از جرایمی که در گذشته صورت گرفته مستندسازی شده به چند دلیل یکی خوب وضعیت امنیتی خراب شد که همکاران هم میتونستند در تمام جایها بره مسئله اصلی و اساسی بود که یک تعداد افرادی که در او زمان مثلا جوان بودن چل ساله یا سی ساله و اینا متاسفانه اونا فوت کرده بودن بعد از چل سال یا سی و چند سال اونا دیگه حضور نداشتن و کسایی که بسیار خرد بودند تفل بودن یا چهار ساله یا پنج ساله یا دو ساله وی بودن اینا چیزی یاد ندارن از خوربانیا از خوربانیا بنان و مردم بسیار بیجا شده بود مثلا شما قضیه 24 هوت هراته شنیدین در بس قضیه بسیار هوت هرات البته خو یک مقدار افراد میشه که در اونجا میگن بسیار هزار نفر کشته شده ولی بسیار هزار نفر در یک روز کشته شده دریای خون ساخته میشه واقعیت همی هست دیگه نمونش دیمزنگش تا چند نفر یا چهار نفر زخمی شد زنگ خون گرفته بود تا, تا یک هفته حدیقل جویا خون داشت ای بسیار آسان نیست در اونجا ما با وجود که چند نفر اعلان هم دادیم که از خانوادهای قربانی خواهش کردیم که بیارن اکسا و سوانی و نام افراد و کسایی که به شهادت رسیده بسیار کم نفر حاضر شدن که بیارن کسی نبود یا فامیلش نیست کاملا خارج رفته یا درست. مهاجر از در پاکستان و در ایران به او خاطر این مستندسازی بسیار کم من فیصدیش تعیین این نمیتونم برزی که در گوشه و کنار افغانستان جنایت ها بسیار زیاد صورت گرفته امه. شما تقریبا در تمام ولایت های افغانستان گروه دستا پیدا کرده بله. یعنی نصف همون گزارش هم میتونه بسازه؟ نه من فکر میگم شاید 10 درصد بسازه 10 بقیه چی بوده؟ بخیه چیزایی بوده که ما پیدا نتونستیم خب مثلا میگفتن که دست پینزر وقتی که برادر افزلامین یا بچه برادر افزلامین اونجا مسئول بوده او خودش صلاحیت داشته که مردم بگیره و بندی بکنه و مشادت برسانه که ضرورت داره که او جایا دیده شد این گزارش باز چی شد؟ گزارش... کجا هست؟ فیلن از سراغش دارین کجا هست؟ آه بله یک کتیق... مسته قرارداد چه در در براکسل است خب شما سپرده بخوته. بودین در زمان به حکومت ها؟ ما برای رئیس جمهور کرزه یک کپی شدادم دادم بله. کپی را دادم بله. پاسخ که گرفتین چی بود؟ خب ازش خواهش میکردم که این باید لانچ بکنیم بله گفت که من میخوانم باز گپ میزنیم ایج وقت خانده نشد یا خانده شد و بعد کنار گذاشته شد نه گفت که چرا را مجبور میکنی که تمام مسائل بسیار جگر خون در بخوانم پس نخوانده تا, تا آخر شاید و ایج وقت پخش نشد فکر میکنین که شما شریک هستین در این مسئله اگر گناهی صورت گرفته اگر در اگر غفلت شده بله اگر مم. کوتاهی شده یا فرار از وظیفه شده شریک هستین فکر نمیکنم به خاطر ازی که من بر ازی بسیار دادخواهی کردم که تر دو حکومت, حکومت, حکومت دادخواهی کردم اونا نخواستن بکنن و راپور راپور حکومت اساسا چیز دیگه که ما مثلا اگر او را مردم فکر میکنن که شریک باشم میشه که هر نوی که مردم تعبیر میکنن صلاحیت خود دارن آزادی خود دارن ای بود که امنیت همکارای ما کس تزمین نمیکرد همکارایی که مصاحبه و اینا را انجام داده بود و آسیب پذیری کسایی که بر مدافعین حقوق بشر است بسیار زیاد است ای افغانستان به شمول رسانه بله. و از دید ما کسایی هستند که در دفاع از ارزش های حقوق بشری آزادی بیان کار میکنه درست اگر پخش میشد به گزارش فکر میکنین افغانستان به بس سوی بسوباتی میرفت یا نه کمک میکرد به ثبات نه به خاطر که ما میخواییم از انک... واقعیت انکار کنیم نه؟ ام. مثلا حادثه ای که در کنر رخ داده در سال پینجا به خاطر که خلقی ها در اون زمان میخواستن که سواد آموزی رو بر زنها اجباری بکنن مردم احتجاج کرده بود که نمیخواییم که زنای ما اجبارن تدریس شود باز از جلال آباد نیرو روان میشه در کنر که با مردم گپ بزنه مردم با بحانه گپ زدن جمع میکنن اونجا باز مردم با شادت میرسنن اونجا مدعا میشه که دوازه هزار نفر شهید شده یا دوازه هزار نفر شهید شده برده. قولا مختلف است در اونجا که بسیار تلاش شد در حدود چند سی ست یا 200 چند نفر نامش رو جمع کردیم که در موشه به شهادت مردم کنر میفهم که چی،, چی صورت گرفته مهم. مردم کابل در کابل میفهم که چی صورت گرفته مردم هلمان در هلمند میفهمه چی صورت گرفته دارست. یعنی چیزی نبوده که ما رو پت کرده باشیم از مردم پسی کمک میکرد به نظر من کمک میکرد از دید مهم. که ما با انکار واقعیت زخمای مردم التیام بخشیده نمیتونیم مهم. واقعیت رو و بهترتر است بله آلا مر زمانی که حکومت خواسته باشه میتونه این کارو بکنه دکتر صاحب درمی بیست سال گذشته میپذیرین که ده ها ناقضی حقوق بشر ده قاتل مردم افغانستان دوباره بر مردم افغانستان حکومت کردن و حاکمیت دستشان بود بله شما مثلا اگر از کودتای هفت سور سال پنجا و هفت ببینین به او شدت و هدتی که اونا مردم گرفتن و کشتن و زدن کدامش به محکمه کشانده شده یگان تا شمیال در کابینه میشینه با ادامه از او وقتی که جنگ ها شروع شد ادامی است که در جنگ الوا بخش نمیشه یا در جنگ شنی تقسیم نمیشه اما جنگ قانون داره شما یک وقت یک کس اسیر میگیرین باز حق ندارین که بوره بکشین یا مسلک کنین بینی شقت کنین دست پای کنین چی صورت میگیره در می جریان و صورت گرفته بله این فکر میکنم که شما حد خانواده را پیدا کده نمیتونین که کس رو از دست نداده باشه درست و شما بارها شاید هفته چند بار ماه چند بار روبرو شدیم با این افراد در حکومت در جاهای مختلف و یک کسی که سالها کار کردیم در بخش حقوق بشر و تا نامزد جایزه صلح نوبل شدیم چه احساس میکردیم وقتی که میدیدین یک کسی که قاتل است دوباره داره از پول نمی ملت غریب برای ملت حاکمیت میکنه و حکومت و امکانات داره ای حالت ادامه داره. البته چیزی را که ما میخوایم بگویم که در اول بیشتر حساسیت نشان میدادم نسبت به آله. با خاطر ازی که حداقل یک تعداد از اینا باز با ادامه ادامه ندادن. پشیمان بودن؟ پشیمان هم نبودن. خو در مجالس خصوصی میگن که کارای درست صورت نگرفته ولی به نظر من خوب بود که یا می آمدن اعتراف میکردن که بله اشتباهات بسیار جدی صورت گرفته درست و این اشتباهات نباید صورت بگیره یک زمان شما گفتین که گلبدین حکمتیار یک پوزش خواهی یا مذرت خواهی از مردم افغانستان قرضدار است دیگر چی کسایی بدهکارن از مردم افغانستان که باید مذرت بخواهند و نخواستن هنوز من فکر میکنم کسایی که با باور که مزرد خواهی کافی نیست به هیچ وجه ولی اقدام اولین اقدام برای آوردن عدالت و اینو است بزور می م... می می به قربانی ها که چی رقم برخورد میکنه اما اقدام نیک از اقدام با شهامت است من فکر میکنم یک تعداد دیگه هم است که کیا مزرد خواهی خود مردم میفهمند خود از اونا هم میفهمن مردم هم میفهمن یک نفر شما نام گرفتین باید سه چار پنج نفر بگوین که عدالت هم حالا اگر میخواین نه اگر شما مکس های یک تعداد بر منشون میدادین باز من میگفتم کمی هم مزرد خواهی قرزدار است از مردم افغانستان من حتی چ... میگم حتی میگم الان میخوایم این رو میاداری بکنم بل. که وقتی که سارنوال آمه حالا لست پنج هزار نفره نشرکت ما شخصا از رئیس جمهور کرزی خواستم که شما به عنوان وارث دولت های افغانستان و حکومت های افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخواید <متصفيق> که نخواست کاش میکدی کاره هیچ چیزش کم نمیشد درست شما چی دکتر صاحب؟ قرضدار نیستین یک مذرت خواهی چون مردم میگن که خب شما را ما و... نماینده انتخاب کردیم تا حداقل حقوق ما تامین شود یا صدای ما بلند شود که پرونده دفن شد دفن نشده بیرون تاریخ افغانستان مهم نیست امروز نه یک وقت دیگه و هر هرقدر قدر زمان سر از او تیر شود او ارزشش بیشتر میشه به خاطر که مردم یادش میره او گپا او نسل قبلی میره نسل آینده میایه و او به عنوان یک سنت محفوظ است خوشبختانه وضعیت نیست که یک کپی دستنویز باشه که کسی در بتش بسیار و خوبیش همی است که او حفظ میشه بر نسل های آینده او یک درس بسیار خوب است بیشتر ولی اگر قرار باشه که مسئله مزرعت خویی مطرح باشه هیچ انسان به گناه نیست اگر مردم فکر میکنن که دیروز راستا ما گناه کده باشه ما مز مردم مزرعت میخوایم <تصفح> چون شما 17 سال زمان کمی نیست بله. که درست در کشور ولی مردم مر انتخاب نکرده بشر و درست است اما برای مردم کار میکردین نه کار اوان. شخصی نبوده درست آه آلم من فکر میکنم که بسیار روزای غمگین و شبای بیدار خواب بیدار خوابی را گذاشتاندیم به خاطر نهاد نسازی ارزش های حقوق بشر حتی به خاطر گرفتن یک تو تزمین که در اونجا تعمیر حقوق بشر بود بسیار بیشتر از اعدام گپ زدین دکتر صاحب طرفدار اعدام هستین شما نه خیر نیستین نه چرا به خاطر که حیات حق خدا دادی است رو انسان ها نباید بگیره حتی در کشورهای اسلامی بله او قصاص فرق میکنه با اعدام فرق میکنه بله قصاص شرایطش بسیار سخت است مم. که در یک چیه که از کشورهای اسلامی که داخل ما میشناسم عملی نیست. درست. چون ادام دادخواهی شد در زمان شما برای مسئله؟ بله. بر رفع ادام بله. چی ما یک از دادخواهی های مایی بود که محکمه عادلانه چون در قوانین افغانستان بود ادام هنوز هم متاسفانه است ولی برای جرائم که محدود شده برای هر جرم ادام نیست اول محاکم عادلانه هنوز متاسفانه بسیار نیست یعنی نمیشه ما بگوییم محاکم افغانستان عادلانه است هنوز مردم بسیار شکایت داره شما برین از سر سرک پرسان کنین مردم براتون میگه ثانیا ایدام گرفتن حق حیات یک انسان امنیت نمیاره به رو. و عمل را که مثلا ما میگم عمل زشت است که از طرف مخالفین مثلا حکومت افغانستان انجام میشه یا از طرف خلقی و پرچمی انجام شد یا از طرف حکومت های دیگه که بدون محکمه مردم به شهادت رسیدن یا اعدام شدن وقتی که او میگه عمل زشت است عمل زشت نباید در حکومت که ما رول داشته باشیم یا سهم داشته باشیم یا حداقل صدا داشته باشیم نباید صورت بگیره ما در مجالس بسیار محدود که بین یک تعداد کسا هم بوده در دا حضور داشته هر دو رئیس جمهور به قاطعیت رد کرده و برای ثبات و امنیت و اینا شما میگین که کمک کننده نیست بید. بید. چیزی که حکومت امروزی باور داره ما اول رئیس جمهور میگه که اگه کسای ادام شوند وضعیت کابل دیگرگون میشه امنیت میآید غلط است اگر این کار میشد در کشورهایی که میزان ادم بسیار بالاست باید همه چیز می کشورهای همسایه می آمد. کلانترین میراسی که در بخش حقوق بشری شما به افغانستان و مردمش به جا گذاشتین چی است؟ حد اقل کلمه حقوق بشر در خانواده ها بیگانه نیست فیلن ولی چقدر میفهمن به چی جزیات میفان و جداست. خوب است که سوال کردین من توقع میکنیم که از شما یکی بیشتر دسترسی به مردم دارین بر رسانه دارین. میشه از مردم پرسون کنین که چقدر حداقل شنیدن کلمه و خوشه. در حالی که بسیار کار طولانی و بسیار کار کار عمیق. یعنی باید صدها سال دایره دا آدم کار بکنه. و پاسخ شما به کسایی که انتقاد میکنن چیست؟ کسایی که میگن که در موجودیت شما و کمیسیون به رهبری شما زندان های شخصی بیخی گوش کمیسیون فعالیت کردن و فعالیت میکنن انوز و کسهای زیاد شکنجه شد در زندان های شخصی به گونه غیر قانونی خشونت در برابر زن و هر سال افزایش پیدا مهم. کرد گوش و بینی ده ها زن و دختر افغان بریده شد غیر نظامی ها هر روز از, از طرف در سوی جنگ کشته میشن و شما مسئول بودین دادخواهی بکنین در روند قانون گذاری شما نقش داشتین کار بکنین اینا به جای رسید یا نرسید میگن که نتانستین کار بکنین خب ممکن است انتقاد از دید هر کسی که انتقاد هلی. میکنه من بهش احترام دارم به خاطر از اینکه انتقاد یا حداقل اعتراض به کارهایی که ما انجام دادیم نشان دهنده از این است که هستم که یک تعداد قبول میکنه یک تعداد قبول نمیکنه یا یک واقعیت است و خودش نشان میده تاثیرگذاری را از دید من حالا من ممکن است اشتباه فکر بکنم اما ما در حدود 54 زندان شخصی را مسدود کردیم و میزان شکنجه از که از یک طفل که مثلا یک دانه نان هم دوزی میکرد زندانی میشد شکنجه میشد و یک کسی که قاتل بوده هم شکنجه میشد بخی عام بود یعنی شما ما در هر جایی که در روزای اول رفتیم در سال 2003 هم حتی همین حالت ادامه داشت در دا اونجا یک دسته از چوب تر تازه وجود داشت و میگفتن که اگر نزنیم اطراف نمیکنن آل میزان بسیار پایان آمده البته من یک و نیم سال که نیستم گفته نمیتونم اما بسیار میزان پایان آمده بود در سال 2018 یا وسط سال 2019 بود ما 78 قضیه چی داشتیم شکنجه داشتیم اما چیزی که متاسفانه هنوز هم مازار دهنده است ای که شکنجگرها باز از طرف نهادهای مربوطه مورد پاسخگویی قرار نمی گرفت مثلا مثلا قضیه قیصری بله هیچ کس پاسخگو نبود دیگه هر کس میگفت کی کده او کده تا آخر معلوم نشد با وجود که ما جلسه هم داشتیم در کمیسیون ریاست جلسه را ما میکردم از کلشان گزارش خواستیم با او صورت چیز نبود حتی با, با کسی که حال فعلا لیدرسیز است با خود از مصاحبه شده در بخش صلح دکتر صاحب از یک سخن شما آغاز میکنیم صلح بدون عدالت پایدار نیست <applause> تعریف شما از صلح با عدالت چیست صلح با عدالت که مردم افغانستان آزادی های خود داشته باشند از حقوق بشری خود مستفید شوند و دسترسی به عدالت هم داشته باشن امه. یک زندگی با کرامت داشته باشن زندگی با کرامت خودش عدالت است درست و میبینین چون این نشانه هایی را در روند جاری؟ متاسفانه هنوز نه نه ولی امیدوار هستم که مردم افغانستان برای یک زندگی با کرامت دادخواهی بکنن البته من طرفدار از این نیستم که تشویق کنم که جنگ ادامه پیدا کنه خونریزی ادامه پیدا کنه ولی مبارزه مسالمت آمیز برای به دست آوردن آزادی ها و زندگی با کرامت باید صورت بگیره بسیار خوب آیا عدالت انتقالی میتونه بخشی از این صلح با عدالت به قول شما باشه؟ بله به خاطر از که من میگم چنون چه در جریان این زیاد تاکید کردم که پوزش خواهی یک مقدار درد مردم آرام میکنه در پولش که البته اگر ما تاوانشان داشت داشته باشیم که رسیدگی بکنن به فامیل های قربانی چون من فکر میکنم که اگر قرار باشه که ما از فقط محدود با از بین بردن و ادام کردن و زندانی کردن افراد ببینیم مشکل حل نمیکنه مشکل اساسا ایجاد یک صلح اجتماعی در ما بین مردم است بله علاوه قطع جنگ و نشونیدن صدای انفجار درست فکر میکنین که یک روز مسائل درست خوب است سر جاش بهتر است اگر شو اولی اگر مردم خواهان محاکمه یک قسمتی از طالبا شوند و ادعا بکنند اونها پای میز عدالت کشانیده شوند یا به دادگاه تا حالا نشانه هایش نیست اما به هیچ صورت حق قربانی ها رو کس بخشیده نمیتونه چون شما ما با در, در این پروسه صلح افغانستان هم با کسای در... درگیر هستیم یا در با کسایی در مذاکره هستیم که متهم هستند. اولی اتهام یک طرفه است. بله. بنابراین راه حل مناسب کشتن بیشتر و به بدا... زندان انداختن بیشتر نیست. راه حل مناسب راهای برای التیام بخشیدن برای التیام بخشیدن زخم هاست هر هرقدر ما این کار کنیم هر قدر چشم پوشی کنیم زخم منتسمونه منتن میمونه و دیر میمانه و تازه میمونه دکتر صاحب آیا روند کنونی سال همه شمول است یا افغانستان شمول است نه نه نیست نه چرا نیست به خاطر نیست که در اول تمام مسائل تمام مشوره ها و اشتراک مردم محدود بوده منم کل مردم در سر میز مذاکره نمیتونه ولی شیوه را که حکومت افغانستان گرفته باشه با مردم مشوره کرده باشه و مردم در جریان قرار داده باشه چقدر است و کدام قشر از مردم هست؟ درست هنوز مردم افغانستان نمیفهمند اون چیزی که از رادیو است یا تلویزیون میشنوند و در مطابقت با متوانمندی و دیدگاه خودشان تعبیر میکنن یا تفسیر میکنن بنان ضرور بود که با مردم بیشتر این مسائل بحث میشد ما از سال 2010 شروع کردیم گپ در رابطه با صلح و شورای عالی مصالحه و رو ساختیم تا حالا هنوز مردم نمیفهمه لوی جرگه یک گزینه نبود یا یک کار که مردم در جریان قرار بگیرند لوی جرگه با یک تعداد افراد که نامش از این روان شده بود. بود ضرورت است که در قره و قصابات افغانستان در جای دور های صورت بگیره در مساجد صورت بگیره در مکاتب صورت بگیره در بین مردم در عروسی صورت بگیره در فاتیا صورت بگیره که مردم بفهمن منظور چی است از میارد چون اکثریت مردم افغانستان شما روزمره مصاحبه میکنید با مردم در روی سرک میگه که جنگ خلاص شود صلح واقعی را که در او زندگی با کرامت باشه هنوز مردم اون بسیار دور میبینن درست ظاهرا قطع جنگ که خودش یک آتش است و آتش بس کمک میکنه برای آوردن صلح در افغانستان خب پس منظور شما از همه شمول بودن این نیست که مثلا حیات مذاکره کننده چند نفر باشه یا مثلا چند تا زن در حیات باشه یا چند تا زن در شورای مصالحه باشه و جوان ها او باشه بخشی از همه شمول بله باید باشه حال مثلا چهار در... تا زن کافی نیست در حیات 21 نفر میگه نصف نصف باید می بود از نظر آه. شما مثلا وقتی که وقتی که میفهمیم که طرف دیگه ما هیچ زن نمیاره ما از طرف چهار نفر زن را میکنیم در مابین 42 نفر چهار نفر زن <applause> کم است و قربانیان است اقلیت های قومی نیست ما خواهد عملا تقسیمات که صورت گرفته و افرادی که در در از حیات حکومت افغانستان در میز مذاکره است چند قوم است در افغانستان الان میگم که نمیتونیم تمام اقوام ولی در بخش های دیگه ما میتونیم اونار شریک بسازیم مثلا در شورای عالی مصالحه چرا از هندو باورا و سکای ما نیست چرا از مردمای های اقلیت دیگه ما نیست به اصطنای کسایی که گپش مطرح است چرا جوان کاف زیاد نیست زنا همچنان جامعه مدنی چرا تعدادش کم است به خاطر از ای که واقعیت یه است که جامعه مدنی مدافعین حقوق بشر رسانه ها اینا رول بسیار مهم و اساسی برای آگاهی مردم داره بله درست و این روان میرسه بجای جای با اینمی کمبودی هایی که داره از دید شما و یک کل... یکی از کلانترین نقیصه های دیگری روان به غیر از مسائل همه شمول بودن که شما برشموردین اگر بگوین چی است؟ اه... من فکر میکنم که ما در رابطه با پروگرام های اخیر که در دوها صورت گرفته یک مقدار عجله شده خب، عجله به این مونا شده که ما زمینه باید میدادیم که این بحث میشد بین مردم افغانستان اگر ممکن بود که ما شورای مسالحه یا وزارت صلح اینا رو که ساخته بودیم هم نوا و هم سو عمل میکرد بدون از که بین دو طرز تفکر و دو دیدگاه مختلف ای گم میشد به اصلا یا سر در گم میشد و در چیزی که بین سند که بین امریکایا و طالبان امضا شده در اونجا ای طرف یعنی حکومت افغانستان با تمام عیبه که داره بله دخیل نبوده و یک نقص کلان و یک نقص کلان است همچنان در اونجا شما یک کلمه زن در چهار صفه تفاهم نمیافین کلمه حقوق بشر در اونجا نمیافین آزادی بیان حقوق بشر مجموعه, مجموعه اونجا نیست این خودش یک, یک عیب است یک فضای کاملا مردانه اگر یک چندتا خبرنگار زن از کشور خارجی بوده باشه یا از ما بوده باشه یا از نماینده های بعضی کشور ها یکان زن بوده باشه دیگه شما در اونجا یک فضای کاملا درست و قابل با یک تیپ ل... میبینید ترمیم است فکر میکنین آله مخصوصا با ای که آقای بایدن روی کار آمده میگن که بسیار طرفداری ثابت هم کرد تقریبا شعارهای شده اقل که مردم سالاری و دیموکراسی و و حقوق زن و بشر و غیره و رئیس جمهور در این, زم... در این زمان از یک فصل تازه روابط هم گپ میزنه در روزا با آمریکا. قابل تغییر است یعنی ضعف از هر قسمتش که بگیرین مثبت است کمک میکنه یعنی نمیمونین که تخریب بیشتر شود به او خاطر ما فکر میکنم که خوب است که اونا تصمیم گرفتن که یک اسسمنت بکنن قرارداد صلح امریکایا و طالبارا و شرایط را که ماندن ما فکر میکنم شرایط باید به با طرفین باشه به خاطر ازی که شرایط را که امریکا مونده است که اینا را با کیا قطع کنه مسائل استخباراتی است مزیاد زیاد نمیفهمم اما باید ثبوت کنن که روابط و بدخدا قطع کنن قطع کردن با گروپ های تروریستی خارجی بیرون از افغانستان ما متاسفانه همه در آسیب پذیری های ما زیاد است که از, از هر نیروی تخریب کننده و خشن الگو میگیریم بله و گم شده هایی که شما گفتین یا مسائلی که پرداخته نشده در اون سند میشه پس دوباره گنجانیده شود بله بله اگر اگر اراده باشه اراده قوی سیاسی باشه ما صلح ببریم بین مردم و ساختار تنها در محدوده کابل نمونه <applause> مردم افغانستان خود باید دو دخیل ببینند بسیار خوب اگر طالبا شاید سخت باشد تغییر آوردن در او سند ولی شما میگین یک نیاز است و مردم افغانستان هم درست است میگن که ارزش هایشان گنجانیدن نشده بر صورت طالب اگر فصل دوم قانون اساسی را قبول نکنه دکتر صاحب فکر میکنین چی اتفاق میفته افغانستان به کجا میره چند دهه به میریم طرف صلح نمیره با طرف با تأسف طرف تداوم جنگ میره با طرف تداوم خشونت میره با خاطر از اینکه در طول تاریخ انسانی شما هر نیروی دیکتاتوری که آزادی ها و های حقوق بشری مردم به محدود بسازه او پایدار نیست. بله حالا بعضا مثال میتونم بعضی کشورهای دیگر با وجودی که مثلا ممکن است آزادی بیان محدود بسازن ولی مردم خود نان دادن. مم. درست؟ ال شما برای مردم مردم افغانستان وقتی که کتش بحث میکنی مسائل دموکراسی و کی در قدرت هست مثلا در یک گوشه بدخشان د دواخان مردم هنوز فکر میکنه که زایش ها پادشاه است بله مردم کسی که برش یک کلینیک بسازه که مریضایشان تداوی شود سن مرگومیر د مجموع د بین مردم بالا یعنی از در سالگی یا سی و پنج سالگی که فوت میکنه این بالاتر بره در 60 و شست و برسه یک کار مثبت و مفید است دسترسی به تعلیم تربیت داشته باشن یک کار مفید است آگاهی از زندگی مدرن زندگی آرام داشته باشن مفید است درست لحظات پایانی است کوتاهتر لطفا دکتر شب اگر امکان داشته باشه تفاوت خروج امریکا به نظر شما با خروج شوروی پیشین از افغانستان چی است؟ اگر امریکا خارج شود، باعث ای کامل که هنوز بسیار روشن نیست. در در خروج شوروی فکر میکنم که اکثریت مردم خوش بودن ام که هنوزم هم جشن میگیریم خروج شوروی را از افغانستان. در خروج امریکا ممکن است که تعداد زیاد مردم مطمئن نباشه که وضعیت افغانستان چگونه میشه ما اعتقاد دارم که مردم افغانستان فاکتور اصلی بر آوردن صلح هست مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن که خاتمه میدن در افغانستان چند سوال پایانی چرا دکتر صاحب از وزارت دولت در امور حقوق بشر کنار زده شدیم نمیفهمم هنوز؟ هنوز هم نمیفهمم و ما فکر میکنیم که به تفسیر هم نمیارزه شما پس از برکناریتان یک گپ جالب هم گفتین مگر قرار بود به شما کس دوسیه جور بکنه خود تا حال یک تعداد برطرفی هایی که شده دوسیه جور کردن برطرف کردن <محن> شما چیزی به دوسیه سازی داریم فکر که ترس داشته باشیم نه ترس ندارم به خاطر نتونستن اگه میتونستن خود یک دلیل میوردن دیگه یعنی خواستن اما نتونستن نمیفهمم تلاش شاید کرده باشن پیدا نکردن به خاطر رزی که ش... مثلا شما ما عبد سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردیم بله هیچ یک قران به عنوان خرج نگرفتیم در حال که صلاحیت داشتم فرمان رئیس جمهور و معاونین شون بوده درست از دو دو دوره پشتیبانی تان از اشرف غنی پشیمان هستین یا خیر کار خوبی بوده فکر میکنین؟ به تفاوت هست دیگه متاسفانه چیزی که هنوز مردم افغانستان باید متوجه شوند که باید تصمیم بگیرن با کس رای بتن و عادلانه از کس پشت بکنه که فکر میکنن برای افغانستان مفید است علاقمند ادامه ای کار در دولت هستید؟ نه خیل. نیستیم چی میکنیم پس از این ما فکر میکنم که هنوز هم بعض کارا رو دارم چون دو پروگرام های ملل متحد هستم البته کارای بدون ماش هست که باز بزوم دیگه رقم تعبیر نشه ولی من میتونم بسیار کارای شخصی در رابطه با غرضش های حقوق بشری بکنم و میخوایم بکنم این کاره شهروندی دوگانه دارین دکتر نه خوشبختانه پس افغانستان میمانیم بله و اگر می رفتم وقت تازر بودن مرا سفیر بسازن خب همین حکومت؟ حکومت این حکومت هم ولی حکومت قبلی هم میخواست مرا سفیر بسازن قبول نکردم بسیار تشکر که فرصت دادیم تشکر خیر شما باشید. زنده باشید سلامت باشید با خیر باشید